سازمان حقوق بشر خواستار توجه بیشتر اتحادیه اروپا به پناهجویان زیررسن شده است مایکر ریا او سخنگوی سازمان غیر دولتی کودکان را نجات دهید یا Save the Children از اتحادیه اروپا خواسته است به وضعیت نابهنجار کودکان و نوجوانان پناهجو به ویژه آنانی که در مرزهای اتحادیه اروپا به سر میبرند باید پیش از پیش اهمیت دهد ریا او به عنوان نمونه به خشونت مرزبانان علیه کودکان و نوجوانان اشاره می کند او علاوه بر این یادآور شده است که امکانات موجود در مسیر بالکان برای پناهندگان خردسال بدون همراه مناسب نمی باشد به با گفته او کودکان و نوجوانان که به تنهایی سفر می کنند با مردان مجرد در یک جا اسکان داده شدند سخنگوی سازمان کودکان را نجات دهید همچنین تاکید کرده است که تادیه اروپا در درازمدت مدت باید امکان پیوستن اعضای خانواده های پناهجویان به یک دیگر را تسهیل کند این سازمان پیشتر نیز اشتار داده بود که کودکان و نوجوانان امواره با ترس از بازداشت یا اخراج زندگی می کنند بر اساس آمارهای گوناگون در پنج سال گذشته میان 700 تا 800 کودک و نوجوان در عین تلاش و عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا جانهای خود را از دست دادند در سال 2019 میلادی حدود 738425 نفر در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند که در مقایسه با سال 2018 میلادی افزایش 11 درصدی به شمار میرود حدود 14000 تن از متقاضیان کودکان و نوجوانان سرپرست هستند. آمار دقیق سال 2020 میلادی هنوز منتشر نشده است.